فرنگیست مظلوم هستم مادر سهیل عربی من روز چهارم شهریور به ساعت نه و ما دادگاه داشتیم که البته ده بود ما رفتیم داخل و کل جلسه روی این موضوع چرخید که بخوان به من تفهیم کنن که تو مجاهدی و با اونا همکاری کردی و من همچی کاری را نکرده بودم و زیر بار نرفتم و از من, خواست... از من سوال کرد که چرا با اعدام مخالفی و چرا گفتی مثلا کسایی که کشته شدن تو سال هشت شدهش یا خلاصه کسایی که بیگناه کشته شدن چرا از نظر شما بیگناه و شهید قلم داد کردی؟ منم گفتم خب از نظر من وقتی کسی بیگناه کشته بشه خب به قول شما شهید حساب میشه و گفت یعنی مثلا حتی اگر یه کسی تو خیابون تصادف کنه گفتن والا اینجوری به ما یاد دادن گفتن که کسی که بیگناه کشته شه حالا به هر دلیلی حالا میخواد چاقو بخوره تصادف کنه یا هر چی بیگناه باشه به قول شما شهید حساب میشه آره از نظر من این بچه ها بیگناه بودن بعد قاضی میگفت نه اونا منافق بودن مجاهد بودن آقای نوریزاد مجاهد خلاص همه دنیا شدن مجاهد به غیر از اینا و کل جلسه این بود که مدام به من میگفت شما صداقت به خرج نمیدی گفتم من آیا دروغ به شما گفتم شما هر سوالی کردی من جواب دادم خب چیزی که انجام ندادم چرا شما میخواین به من بگین که من انجام دادم من با مجاهده همکاری نداشتم صرف اینه که با چند نفر چت کردم یا کسی تو خونه من اومده میگفت آقای نوریزاد که اومده تو خونتون مجاهده نمیدونم آقای ایکس خانم ایگرگ خلاصه یکی که اسم می آورد همه مجاهد شده بودن و بعد حتی اجازه نمیداد که زیاد وکیلم صحبت کنه میگفت فقط بعد من صحبت کنم در آخر خیلی کوتاه وکیل صحبت کرد و ازش خواست که آقای قاضی شما باید اسم امنیتی رو از روی پرونده وکیل من لطف کنیم بردارین که این از تخفیف مجازات میخوره شما الان مثلا یه مادری که دادخواه بچشه شما جرم امنیتی رو زدین روی پرونده ایشون خب پروندهش سنگین میشه بعد منم بهشون گفتم گفتم شما وقتی یه احزاریه به من ندادین گفت چرا نیامدی به خاطر هم حکم سنگین گرفتی گفتم خدا که اگه کسی به من نه احزاریه داد نه یه اسمسی داد اینا این احزاریه فلان روز دست من رسید منم اووردم خدمتون اینها این تو دستم برگه که تو دستم بود اولین باره که برای من احزاریه اومده و کسی چیزی به من نگفت من مدام دادگاه اوینم میرم و میام میپرسم هر دفعه میرم میپرسم میگم خب دادگاه من من از کجا باید بفهمم میگن هر وقت موقع شد میفهمی خب کسی به من اطلاعی نداد که من خبر داشته باشم منم که کف دستم رو بو نمی که چه روزی دادگاه الان گفتی من اومدم خدمتتون ولی کل حرفایی که کلا ما تو دادگاه شدیم این بود که من باید به هر صورتی قبول کنم که ما, ما همه ای ایران هممون مجاهدیم هممون ضد انقلابیم هممونم هم تروریستیم و من باید اینو قبول کنم که صد سال من قبول نمی کنم من دادخواه بچه من گفتم آقای قاضی من نه سیاست خبر دارم نه بلدم نه خوشم میاد من بچه میخوام شما الان بچه من یک سال و نیم به عنوان مثال یک سال و نیم ضربه تو بیزش خورده مشکلات سویل و یک یکی و ما که. گفت نه پسرتون داره دروغ خیلی خونصد گفت پسرتون داره دروغ میگه گفتم حاج کجا مگه بچه من بیکاره که بیاد دروغ بگه همه دنیا میدونم مدارکش هست خواستی من مدارکش رو خدمتون میارم نشون میدم بعد بیمارستان فیروز آبادی تمام مداره که سویل هست بردن ولی هیچ کاری براش نکردن خب شما خودتون بچه دارین میدونین من یه مادرم بچه من داره اونجا زج میکشه افونت تمام بدنش رو گرفته نمیتونه یه قرص بخوره داروی وجود نداره تو اون وضعیت خراب تهران بزرگ داره زندگی میکنه بدبختی میکشه بعد شما انتظار داری من ساکت بشینم صدام در نیاد نه من تا جایی که جون داشته باشم دادخواه بچه و به خاطرش هم هر حکمی رو قبول میکنم ولی اینی که شما داریم به من میگین من مجاهدم و با مجاید همکاری کردم من همچین کاری رو نکردم بعد در آخر که وکیل با قاضی صحبت کرد گفت خاجه من که نمیتونه در خونش رو روی مردم ببنده و از کجا بدونه که طرف مجاهده یا مجاهد نیست حالا ما نفهمیدیم بالاخره پس هممون دیگه کلا ما مجاهدیم دیگه خبر نداریم حالا هرچی که هستیم شما باید مثلا شما داریم به هر کسی رو که اومده تو به اصطلاح به عنوان فعال به عنوان هر یه انگ بهش میچسبونین هر جور میر یه حکم سنگین هم بهش ببندید